فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر IFRC میگوید که بحران سوء تغذیه در میان کودکان و زنان باردار و شیرده در افغانستان تحت سلطه طالبان افزایش یافته است. این نهاد روز دوشنبه 30 مهر با انتشار گزارشی نوشته است که در حال حاضر 3,200,000 کودک زیر 5 سال و 840,000 زن باردار و شیرده در افغانستان از سوء تغذیه حاد رنج میبرند. طبق این گزارش از ماه می الی سپتامبر سال جاری میلادی شمار افراد مبتلا به سوء تغذیه در کشور به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. جناب عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم پیرامون گزارش و خبر اولمون دعوت به عمل آوردیم. جناب اسماعیلی سلام و خوش آمدید به اخبار شبانگاهی. سلام به شما، سلام به بیننده‌های شما و شنوندگان تلویزیون. ممنونم، زنده باشید. جناب اسماعیلی، با توجه به افزایش بحران سوء تغذیه در افغانستان، چه اقداماتی از سوی جامعه بین المللی و کشورهای اسلامی برای کمک به کودکان و زنان باردار در این کشور که تحت فشار شدید قرار دارند ضروری است؟ بفرمایید. اجازه بدین که اول یک تفصیلی بکنیم در قسمت که دلیل این موضوع چی است. علت اصلی بحران سوء تغذیه یا فقر شدید اقتصادی در افغانستان نبود یک دولت مسئول، مشروع و قانونی است که هیچ گونه مکانیزم نظارتی و پاسخگو بر علیه حاکمان فعلی یا بالای حاکمان فعلی وجود ندارد. و می خاطر هم است که دولتی که فعلا به عنوان دولت افغانستان از طرف طالبان حاکمیت میکنند، این هیچ گونه مسئولیتی در قبال مردم ندارند. این یک گروه تروریست افراطی که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان قبلا می جنگیدند و بساس یک پروتکل نامشروع از سوی امریکا اینا فعلا در افغانستان حاکم شدند. اینا هیچ گونه خود مسئول و پاسخگو در قبال مردم نمیدانند، چنانکه در اوایل حکومت هم زمانی که مردم اعتراض کردند به خاطر نبودی کار و به خاطر مشکلات اقتصادی گفتند که خداوند شما را خلق کرده و روزی شما را خداوند میده، ما کدام مسئولیت در اقتبال نداریم. یعنی خودشان را تبرئه کردند. و بنابراین این همین بحث است. بحث دومیش هم موجودیت تحریم هاست و نبودی کار و فلج شدن اقتصاد خانواده هاست که ما وقتی کار نبود، وقتی اقتصاد نبود، سوی تغذیه و اقتصاد خراب باعث تغذیه و باعث ناهنجاری زیادی میشن که متاسفانه فعلا ما در افغانستان دامنگیر موضوع هستی مردم ما. و اینکه مرد سازمان های جهانی یا سازمان ملل یا کشورهای اسلامی در یک قسمت یا کشورهای جهانی یا کشورهای همسایه چه مسئولیت دارن؟ بله بله بفرمایید. چنان که سعدی علیه بنی آدم هم از یک جوهرن چود برنیش یک جوهرن، همه اعضای یک دیگر هستیم. بالاخره این اجاب میکنه از نظر اسلامی و از نظر انسانی که کشورهای اسلامی و جامعه جهانی اینا به سهم خودشان، مخصوصا دولت ایالات متحده آمریکا که همین وضعیت فعلی رو به وجود آوردن و مسبب اصلی اونها هستن، باید از طریق سازمان ملل و سازمانهای خیریه به کمک مردم افغانستان بشتابن تا این موضوع در کوتاه مدت حل شود. ولی برای بخاطر حل بلند مدت این موضوع باید یک حکومت مسئول و قانونی به وجود بیاید تا زمینه سرمایه گذاری و کار برای مردم افغانستان فراهم شود تا اقتصاد خانواده ها بالا برند و این موضوع رشکن شود. در غیر آن ما تازه در شروع کار هستیم. ممکن است اگر در سالهای آتی همین حکومت کار جدان پیدا بکنه و همین دولت فعلا به همین قسم پیش بره، ما شاید بحران بدتر از این خواهیم بود. بله ممنونم، با تشکر از عبدالرزاق اسماعیلی کارشناس روابط بین الملل از روم که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.